بنبست انتخاباتی و سرنوشت ناروشن انتخابات مجلس. در حالی که شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان آغاز شده است، احزاب سیاسی در یک رویارویی جدی با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفتند. رویارویی که در برخی از حالتها حتی بر بکارگیری از گزینه نظامی نیز انجامیده است. و اما آیا تمامی احزاب و جریانهای سیاسی درباره انتخابات در یک صف هستند؟ با این حال، راههای بیرون رفت از این بحران کدام است و ادامه این اوضاع چی پیامدی خواهد داشت؟ در گفتگوی با محمد عمر داوودزی، وزیر پیشین امور داخله و عضو رهبری شورای حراست و ثبات، در این گفتگو درباره جنگ و صلح افغانستان نیز خواهیم پرسید. آقای داوودزی، ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. واقعا انتخابات داره به کدام سو می رود؟ تشکر، ستړي مشي، په خیر راغلی تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، او د ټولو تلویزیون ټولو خوږو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وضعیت بس هم تو سوی خوب پیش نمیره و جای تاسف است، خصوصا در مورد انتخابات. تاسف به ایست که انتخابات 3 سال به تعویق افتاد، به این وعده هایی که ما انتخابات شفافتر میسازیم، قوانینش بهتر میسازیم، کمیسیون موثرتر میاریم، اجماع سیاسی بهتر میسازیم قبل از برگزاری انتخابات. حالا به انتخابات نزدیک میشیم، سر کمیسیون هم ملاحظاتی وجود داره، اجماع سیاسی که بسیار کم است بین حکومت و بین قشر سیاسی، و اعتماد به ای که یک انتخابات قابل قبول برگزار شود در سطح اصغری و کمترینش قرار داره. اجماع در قشر سیاسی وجود داره و احزاب مختلف، ائتلافهای مختلف در اهداف با هم نزدیک هستند، ولی در راهکارهایشان باز فرق است. آیا شما و شورای حراست و ثبات شامل 35 حزب و جریان سیاسی که یک طرحی را با خود دارن و در حال حاضر هم 2 تا دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت ها بستن هستین یا خیر؟ ما هماهنگی داریم با هم احزاب، ولی عضویشان نیستیم یا هم در ائتلاف مشترک نیستیم. شورای حراست و ثبات هماهنگی داره با احزاب سیاسی و با ائتلافهای سیاسی و در 2 مورد، یکی که در تقاضای شفافیت انتخابات، که شفافیت انتخابات به سطح باشه که به مردم افغانستان قابل قبول باشه، و دومم در مورد صلح. خب امی، شفافیت راهکار که شما با خودتان دارین که میشه تامین شود شفافیت انتخابات چی است؟ چون احزاب یگانه گزینه و شناسایی رای دهندگان از طریق بایومتریک در روز انتخابات میدانند. او را ما تایید میکنیم. هر مکانیکی که کمک میکنه برای شفافیت در انتخابات رو تایید میکنیم، اما هر پیشنهادی که میشه باید به منجر به تعویق افتادن انتخابات نشه، چرا شاید حکومت امیر میخواه که انتخابات به تعویق بندازه یا همیشه دایر نشه و باز قشر سیاسی خارج از حکومت ملامت کنه که شما باعث ازی شدین که کمیسیون کار خود انجام داده نتانست و انتخابات به تعویق افتید. پرسشی که در تا سرحدی که انتخابات به تعویق نفته ما موافق امی پرسش امیست که آقای سیاف هم در روز یاد بود از سالگرد قهرمان ملی گفت که هیچ کسی به هیچ بهانه حق ندارد تا انتخابات به تاخیر بیندازه، ولی همزمان شفافیت هم باید تامین شود. خب اگر بایومتریک یگانه گزینه برای شفافیت انتخابات است و در دقیقه 90 که ما قرار داریم قابل عملی نیست، شما چگونه شفافیت میخواهید؟ خب حالا چرا به دقیقه 90 آمدیم؟ این گپا، این صحبت ها، این بحث ها از 1 سال یا 2.5 سال قبل آغاز شده بود. حکومت گوش شنوا نداشت به این پیشنهادات. کمیسیون که خودش وجود نداشت و بعد که به وجود آمده مشکلات خود داشت تا کار خود و وظیفه خود درک کنه، بفهمه. ولی فعلا کمیسیون نسبتا در یک حالت خوبتر قرار داره، ولی مشکل فعلا هم در حکومت است. اونا ملامت هستن، ملامتی طرف حکومت است که کمکاری کردن و دیالوگ نکردن، گوش شنوا نداشتن برای احزاب.
حالا احزاب دا داشتن دو ماه قبل، سه ماه قبل پیشنهاد بایومتریک امروز نشده، سی روز قبل از انتخابات نشده، ماها قبل از انتخابات شده. اگر روح پذیرفته می شد بایومتریک بسیار حرفی خوب بود. حالا اگر مشکل است و باعث به تعویق افتادن انتخابات میشه، باز ما میگیم نه، درست نیست. کمیسیون اقداماتی را در پیش بگیرن و احزاب سیاسی دیگر راههایی را در پیش بگیرن که سطح شفافیت بلند ببره و نتایج انتخابات مورد پذیرش ملت باشه. احتمال زیاد شما راههای دیگر هم نظارت شاید بگوین که احزاب میگن با نظارت در وضعیت کنونی در تمام افغانستان ممکن نیست که ما جلوگیری کنیم از تقلب. یک دوم، آیا شما ما باور دارین که آماری را که کمیسیون اعلام کرده 9,200,000 نفر ثبت نام شده باشه برای انتخابات پیش رو؟ او رو باور نداریم که 9,000,000 یک باشه، ولی به گمان اغلب که در چند روز کمیسیون ما آمار حقیقی را بعد از اینکه پروسه ثبت نام رای دهندگان تکمیل شد ارائه میکنند، ببینیم که او چی است. 7,000,000 است، 6,000,000 است، باز وقت در مورد صحبت میکنیم. اما او که 6,000,000ش ناقص باشه و 2,000,000ش درست باشه، او هم یک ذره مبالغه است به نظر ما، ولی ببینیم که کمیسیون چی راهکار در پیش میگیره. در مورد نظارت خدمتتان عرض کنم که نظارت یکی از طریقه است که در پالوی نظارت باز میشه از تکنولوژی های ساده دیگه استفاده میشه. حالی در مورد تقلب ترس ما اضافه تر عزیز که بکس های رای، صندوق های رای در خانه کسی پر نشه و از اوجه نره به کمیسون و اوجه شمارش نشه. حالا شما به یک تلفن ساده، یک کمره ساده از این جلوگیری کده میتونین که امو صندوقی که در مرکز رای دی بوده و اوجه عکسش گرفته شده و هر کس که آمده رای داده عکسش گرفته شده، در او صورت شما جلوگیری میکنین از پر شدن صندوق ها. این کار کمیسون باید کنه، ای که جلوگیری کنه از این که صندوق ها در خانه کسی پر نشه. و شما اعتماد دارین بالای کمیسیون که این کار شفاف و عادلانه انجام بده، در آخر روز به شما بگه که اینی صندوق در فلانی محل یا مرکز بود؟ تا هنوز نی، ولی فرصت هست. امیدوار استی ما را قناعت داده بتانه که با تاکتیک هایی که اونا حتما زیر مطالعه دارن، رزی تاکتیک ها ما میتونیم جلوگیری کنیم از پر شدن صندوق ها در خانه های مردم. پس شما تاکید شما است که انتخابات حتما به هر شیوهی که میشه در 28 میزان برگزار شود؟ دقیق. آقای داودزایی، فرض کنین که کمیسیون پس از این که آماری ثبت نام شده وارد بانک اطلاعاتی شد اعلام کنه که از میان 9,000,000 7,000,000 یا 8,000,000 نفر ثبت نام کرده بر انتخابات، برای شما قابل قبول می باشه؟ ای خب فرضی هست و در این مورد من نظر شخصی خود داده میتونم، به نمایندگی از شورای رسات ثبات صحبت کرده نمیتونم. خب که اونا به این شکل اعلان کنن، باز شورا جلسه می داشته باشه، مورد بحث قرار میگیره و بعد از او موقف خود ارائه میکنن. من شخصا به کمیسیون احترام دارم. اعضای کمیسیون، هر دو کمیسیون ها، همش افغانای ما هستند، افغانای تعلیم یافته هستند، وطن دوست هستند و ما در ارادهشان شک ندارم. آره، اگر کمکاری صورت میگیره شاید ملحوظات دیگه داشته باشه که یکی از اون ملحوظات مداخلات دولتی حال و در گذشته بوده. تا فعلا؟ تا فعلا بوده، تا نشانه هایی که شما دیدین چی بوده که مداخله حکومت باشه؟ امی پیشنهادات احزاب سیاسی را باز معاون دوم رئیس جمهور جلسه را ریاست کردن، یک طرف کمیسیون شده بود و یک دیگه طرف هم نماینده احزاب سیاسی. این کار معاون دوم رئیس جمهور نیست، این کار کمیسیون است که باید به احزاب گوش بده. کمیسیون مستقل است در همه، ولی یک بخش طرح احزاب برمیگشت بعد قانون انتخابات که باید نظام انتخاباتی تغییر میکرد. اینجا کمیسیون صلاحیت داشت که بیا قانون تغییر بده؟ حکومت داخل نمیتونه باشه؟ هیچ کسی تقاضای تغییر نظام انتخاباتی نکرد. سیستم MDR که احزاب میگن او قبلا بود، در یه اواخر در تقاضای احزاب نبوده بود و او جزئیات نرفتن. ولی هرچی باشه کمیسیون باید مواجه باشه به احزاب، کمیسیون یا رد کنه یا راجع کنه به دولت. او مواردی که در صلاحیتشان نیست باید دولت تصمیم بگیره، کمیسیون باید راجع بسازه. در یک دفتر ریاست جمهوری ضرور نیست که
معاون رئیس جمهور هر دو طرف بیارو کتشان صحبت کنه و جواب بگویه به کمیسون ها به احزاب سیاسی رد کنه تقاضایشان ای مداخله تلقی میشه علنی که قم مداخله میکنه شاید سری مداخلات بیشتری بوده باشه بیشتر. درست آقای داودزی پس شما مخالف بستن دفترهای ولایتی کمیسیون از طرف همی 35 حزب و جریان سیاسی هستیم ما موافق اعتراضات مدنیشان هستیم وقتی عذاب میبرن صدای خود بلند میکنن و دولت یا کمیسیون گوش شنوا نداشته باشه عذاب مجبور هستن که اعتراض کنن ما مخالف اعتراضشان نیستیم ولی به او سرحده باید نرن که باعث به تعویق افتادن انتخابات شد که رفتن به میسرن متاسفانه نزدیک شدن ولی بستن دفترهای کمیسیون بستن ولی هنوز که دیروز شنیدیم از کمیسیون که هنوز هم در سر تقسیم اوقات هستن در داخل تقسیم اوقات هستن و انتخابات دایر میشه در 28 میزان اگر ما بشنویم از کمیسیون که دایر نمیشه در 28 میزان باز وقت قضاوت میکنیم تا دیروز که شنیدیم که دایر میشه در 28 میزان رویارویی حکومت و احزاب و خصوص وقتی که حکومت میایه میگه که از گزینه نظامی هم کار گرفته خواهد شد توپ و تانگ و تفنگ کشیدن در برابر احزاب و عقب نشینی نکردن احزاب و استادگیشان چی پیامد میتونه باشه؟ افغانستان به عقیده از اون مراحل گذشته که با ملت خود با توپ و تانگ و بندی کردن و غیره و غیره با او شکل معامله کنه ما در یک نظام دموکراتیک در چارچوب قانون اساسی زندگی میکنیم حق با قانون اساسی به مردم داده که اعتراض کنه صدای خود بلند کنه رد کنه این همه حق داده برش از احزاب تقاضای ما است که در چارچوب قانون اساسی باشن دولت هر چی زودتر و کمیسیون هر چی زودتر از راه دیالوگ با اونا پیش برن قناعتشان بدن با توپ و تانک و با تفنگ و با سوره این درست نیست خب اونا که خیمه زده بودن یک اعتراض بود نکنم چوبی در دستش بود نکنم تفنگی در دستش بود او به عقیده ما جواز داره در چارچوب قانون اساسی کمیسیون تصمیم گرفته که با استناد بر ماده 104 قانون انتخابات که همون فرمان تقنینی رئیس جمهور است ولایت هایی که بسته میمانند از طرف احزاب انتخابات به تأخیر انداخته شده و ولایت هایی یک راه حل منطقی میتونه باشه؟ ما متاسفان تا هنوز فرهنگ قبول کردن تصامیم کمیسیون نهادینه نشده نه در دولت نه دولت گوش میگیره به تصامیم کمیسیون نه دولت هم احترام نمیگذاره به مستقل بودن کمیسیون و احزاب هم تا هنوز او فرهنگ در خود نهادینه نساخته که به مستقل بودن کمیسیون احترام بگذارن بعقیده خود ما و بعقیده شورای ما به هر تصمیمی که میسون باید احترام گذاشته شود الا که در مطابقت با قانون نباشد هر صلاحیتی که برای کمیسیون قانون داده و در چارچوب اونم قانون کمیسیون تصمیم میگیره ما باید او را قبول کنیم این هم قانون گفته ماده 104 پس اگر انتخابات در 5 تا 10 ولایت مثل که درباره غزنی تصمیم گرفته شده بعد تاخیر انداخته شوه برگزاری انتخابات باید شوه باز وضاحت میدم اگر کمیسیون مستقلانه تصمیم گرفته باشه ما او را میفرستم خب می صلاحیت قانون برش داده قانون داده نه خب باز فشار سیاسی هم شده میتونه اگر تحت فشار سیاسی نبوده از داخل و خارج در او صورت ما تصمیم کمیسیون احترام میگذاریم درست اگر تصمیم سیاسی بوده باز ما از زود دیدگاه میبینیم برش درست جامعه جهانی در 15 یا 16 یا 17 سال گذشته آیا یک میراث خوب درباره انتخابات یا یک راهکار خوب برای افغانستان به میراث گذاشته یا خیر؟ این مربوط به جامعه جهانی نمیشه این مربوط به خود افغانستان میشه به دولت افغانستان به مردم افغانستان و به قشر سیاسی افغانستان جامعه جهانی مسئولیتش تمویل پروسه انتخابات است که تمویل کردن همیشه هرگز ما نشنیدیم که کمیسیون با کمبود بودجه مواجه شده و در قبل از 2014 باز جامعه بین المللی در امنیت انتخابات هم سهیم بودن در امنیت کل کشور سهیم بودن بعد از 2014 که مسئولیت امنیتی و رهبری امنیتی با
قوای افغانستان تعلق داره. حالا امنیت انتخابات با اونا زیاد ربطی نداره، با خود ما ربط داره، با قوای خود ما ربط داره، با حکومت خود ما ربط داره. یعنی تا جایی که مسئولیت جامعه بین المللی بود باقی دیم و درست ادا کردن. پس کارخانگی در درون افغانستان انجام نشده. درست. فرض کنیم آقای داودزی که انتخابات در 28 میزان برگزار شد و 35 حزب و جریان سیاسی جلو انتخابات گرفتن و نگذاشتن که برگزار شود. شورای حراست و ثبات، شما و چهره هایی که یا احزاب و جریان هایی که بیرون از 35 حزب و جریان سیاسی هستند در برابر احزاب استاد میشین شما؟ خب من خدمتتان در ابتدا عرض کردم که بین احزاب و شورای رسالت و ثبات همانگی وجود داره. بعضی موارد اختلافی داریم، مثلا همین چیزی که شما اشاره کردین در قسمت تغییر سیستم انتخاباتی، شورای رسالت و ثبات موقف متفاوت داشت نسبت به دیگه احزاب، ولی در دیگه موارد در تکتیک های شفافیت ما با هم همانگی داریم. بازم ما تاکید ما سر احزاب است که اعتراض خود در چارچوب قانون نگاه کنند. اگر احیانا خدا نخواسته عدول کنند از چارچوب قانون، باز ما صدای خود بلند میکنیم. درست. بیاین در مورد جنگ و صلح هم اندکی بپردازیم. شما یک زمان یک پرسش مطرح کردین که چرا جنگ در افغانستان ختم نمیشه. همین پرسش ما از شما میپرسم، چرا جنگ در افغانستان ختم نمیشه؟ این چندین دلیل داره، چندین عامل داره. برمیگرده به 17-18 سال قبل یک اشتباه بزرگ صورت گرفت که حکومتی که در وقت تشکیل شد همه شمول نبود. طالبا از او حکومت قصدن بیرون نگاه شدن و یک قسمتی از قشر دیگه هم بیرون نگاه شدن. این یک اشتباه بود. دوم، هر گروه چریکی که در یک کشور همسایه پایگاه داشته باشه شکست از او بسیار مشکل میشه. سوم، یک گروه چریکی شکل طالبا که شباهت داشته باشه با جامعه، اون مشکل است که شناسایی شه. همه شما برید مثلا با ولایت لوگر به قریه برید، شما بین طالب و یک دکاندار این قریه فرق کرده نمیتونید، بین طالب و باغدار فرق کرده نمیتونید. امکان داره او باغدار روز باغداری کنه، شو طالب شو. حالا کی رو بزنین، کی رو بگیرین؟ ای مشکل دیگه بود. مشکلات دیگه بود که همتا بودن خوب برای جامعه بین المللی، برای قوای بین المللی. دوم، ما مشکل داشتیم، ما همتای خوب در بعضی موارد بودیم، در بعضی موارد نبودیم. و آخرش همی که استراتژی آمریکا یا جامعه بین المللی هم مشکلات خود داشت. مثلا یک تعریف بسیار خرد و ناقص از دشمن و از طریق معامله با دشمن داشت. در مورد معامله با دشمن، دشمن طالب پیدا کو بکش، طالب پیدا کو بندی کو، این خودش جنگ زیاد می سازه. یا ما باید رای دیگری در پیش می گرفتیم، جامعه بین المللی رای دیگری در پیش می گرفت که دولت قوی ما می داشتیم، نیروهای امنیتی قوی ما می داشتیم. همین نیروهای امنیتی ما بعد از 2009 جور شد. قبل از او هیچ توجهی خاصی نشده بود، خصوصا برای پلیس نشده بود. امیر دمی 4 سال اشتباهات بزرگ شما ببینید. پلیس عادی که در ولسوالی ها امنیت نگاه میکنه، او خود وظیفه از مبارزه با جرایم است. جنگ با طالب و توانمندیش نداره، تربیه نشده بود. چند ساله؟ خب بینال ببخشی نمی مهم است. امی نظم عامه، امی قوای سرحدی، اینا پوشششان بود. وقتی که طالبا سرش حمله میکرد اونا با کمکش میرسید، برای حکومت برد به وزارت دفاع. حالا اگه مشکل داشتی به نظم عامه اصلاحات می آوردی. نظم عامه یعنی جاندارمری. ای در روی جهان نیست که جاندارمری به وزارت دفاع متعلق بود. این اشتباهات است. یاد یه آخر مثلا بازارها جنرال یک بارگی متقاعد ساختن، او خلا به وجود میاره. خب این همش باعث ضعف طرف حکومت میشه، ضعف طرف نیروهای امنیتی ما میشه، دشمن قوی میشه، جنگ ختم نمیشه. خب بازنشستگی یک اصل از آقای داودزی باید کسایی که سنشان بالا میره کنار بره در جایش با طریقت، با تدریج، یک بارگی او تصمیم سیاسی میباشه. در مورد صلح آقای داودزی، یک زمان گفتین که راهی که حکومت میره به ترکستان است درباره صلح، بعد پسانتر گفتین که این راه به گورستان است. حالا چی میگین؟ حالا من تایید میکنم و من حرف خود پس نمیگیرم. من به این مفهوم گفته بودم که صلح خواستن از طریق پاکستان بیمورد است، چرا پاکستان اهداف خاص خود داره در منطقه و در افغانستان. او تا او اهداف خود به دست نبیاره، در پالیسی خود تغییر نبیاره، در پالیسی خود که تغییر نبیاره همکاری نمیکنه. کتان
و رای پیشنهادی مدام و آپدی که به نیویورک تایمز نوشته کرده بودم این بود که دولت تقویه کنید. دولت قوی داشتن یعنی دشمن ضعیف شدن، یعنی احتیاج به پاکستان کم شدن. او را در پیش نگرفتن، باز هم امورای پاکستان، امورای پاکستان. حالا ما میگیم که اونمو به گورستان است، میبینیم چقدر خون ریختانده میشه، خون افغان تا هنوز کم نشده، زیاد شده. یعنی چی راهی را باید بریم که نه به ترکستان باشه نه به گورستان، با یک راهی که به صلح برسیم؟ دولت قوی، ملت واحد، ملت که عاری از تفرقه و تعصب باشه و دولت قوی که به اساس اراده ملت تشکیل شده باشه. همین دولت فعلی به اساس اراده ملت تشکیل نشده. پس حکومت هم در استراتژی جنگ و هم در راهکار صلحش ناکام بوده؟ در هر دو ناکام بوده. در هر دو ناکام و نسبی هم ناکام نبوده، مطلق ناکام بوده. در عرصه صلح هیچ نوع پیشرفتی نیست. امریکا با طالبان مستقیم مذاکره میکنن ولی تا حال نششتن با حکومت که یک ناکامی کامل است. و در عرصه جنگ هم طالبان گوشه و کنار کابل هست. همی گفتگوی مستقیم طالبان با امریکا، شما موافق هستین که طالبان کنار بزنه حکومت افغانستان یا کنار زده شوه کابل و با واشنگتن گپ بزنن؟ خب ما یک موقف تصمیم گیری نیستیم. دولت افغانستان کنار زدن درست نیست. دولتی که به اساس قانون اساسی یا در چارچوب قانون اساسی یا به عبارت دیگه نظام ما را کنار زدن، ما با مو موافق نیستم. این نظام بسیار با زحمت ساخته شده و این باید دست بالا داشته باشه. ولی اگر یک مصلحت ما را نزدیک می سازه به صلح، باز در او صورت مصلحت جایز است. درست. و اگر بگوین که فرض کنیم که انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری به خاطر گفتگوهای صلح به تاخیر انداخته شود، عذاب شما اینا واکنشتون چی میباشه؟ در اون نظر شخصی دارم، شورای ریاست ثبات بحث نشده، پالیسی نداره در اون مورد. نظر شخصی ما ایست که انتخابات پارلمانی باید به تعویق انداخته نشه به این صورت. این دو رکن قضا و پارلمان باید شامل قانون اساسی باشه. اگر ما برای یک مدت باز قوی اجرایه را موقت می سازیم به خاطر صلح و قربانی را می دیم، باز او جا داره، توجیه داره، چرا از قانون اساسی خارج نشدیم. از قانون اساسی خارج شدن بسیار آسان است، پس داخل شدن بسیار مشکل. موقت می سازیم یا ای که همی حکومت ادامه داشته باشه و انتخابات پسانتر برگزار شود؟ چون این روزا گزینه ای حکومت های موقت و اینام روی بحث است. و او را در یک صورت ما موافق شستم که همی حکومت دوام کنه، در صورتی که دو بزرگوار اعلان کنند که کاندید نیستند در انتخابات آینده. در اون صورت هم یه دوام بتن من ایسی حکومت موقت. و اگر اعلان کنن که کاندید هستن؟ باز اعتراض داریم. باز با گزینه موقت موافق هستین حکومت؟ نه. موقت؟ نه. چی پس؟ انتخابات برگزار شد. انتخابات برگزار شد. انتخابات هم میشه که منجر به صلح شد. انتخاباتی که صلح شاملش باشه. نمی انتخابات پارلمانی ما فرصت داشتیم که به طرف صلح یک قدم برداریم. می شد که طالبان را جای بتیم در انتخابات، کاندید داشته باشند. من نمیگم قماندان طالبان کاندید شو، ولی طرفدارای طالبان، مردمای تعلیم یافته است، مردمای غیر جنگی و غیر نظامی دارند، اونا را می شد تشویق میکردیم که کاندید می شدن به ولسی جرگه. باز ولسی جرگه که می ششتن به نمایندگی از طالبان اینجا مذاکره میکردن، مثل که حزب اسلامی قبل از تشریف آوری او حکمتیار اعضای حزب اسلامی در پارلمان بودن و مذاکره میکردن با دولت. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری که زمان اندکی مانده بعد از انتخابات پارلمانی، زمزمه های از تشکیل تکت های انتخاباتی زیاد است، بازار یک جا شدن ها، ائتلاف ساختن ها و رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری هم گرم شده. شما در انتخابات آینده ریاست جمهوری با چی نقش میخواین وارد صحنه شوین؟ خب حداقل است که شورای ریاست ثبات تکت خود می داشته باشه. حد اکثر است که شورای حراست ثبات و محورهای دیگه یک جای با هم یک تکت مشترک می داشته باشد. حالی که تکت ساختارش چی باشه، در رأسش چی باشه، این هنوز این بحث جریان داره، نهایی نشده که نهایی شما باز طبیعتاً که ما ابلاغ میکنیم. شما هم نام شما هم گاهی در شبکه های اجتماعی یا در بیرون به حیث یک نامزد احتمالی مطرح میشه. دمو بحثایی که من اشاره داشتم، دمو بحثا نام ما هست، من یک گزینه. در پایان
حکومتی که شما هم شاملش بودین، حکومت آقای کرزی که میراث که گذاشته شد برای حکومت وحدت ملی، سران حکومت گفتن که یک میراث بسیار بد بوده، یک اداره فاسد، یک حکومت ضعیف و چالش های بسیاری که اینا پیش با خود دارن یا در حال حاضر گفتن که به میراث گرفتن. آل میراث که حکومت وحدت ملی میگذاره که چند وقت بعد انتخابات میشه، چی نوع یک میراث است برای حکومت آینده؟ میراث بدتر گذاشتن. من نمیگم که حکومت ما میراث بسیار خوب گذاشته، درست خوبی های ما هم داشت، مشکلاتی هم داشت، ولی اینا بدتر ساختن. میراثی که انتخابات پارلمانی 3 سال به تعویق افتیده، میراثی که وضع امنیتی بسیار خراب شده، میراثی که نسل جوان کار نداره، میراثی که سرمایه فرار میکنه، و بدترینش میراث بی اتفاقی و تعصب در کشور. قبل از این اداره بی اتفاقی به این سطح نبود، اتفاق بود، کشور نزدیک بود به اکمال یک ملت واحد شدن، ولی حال متاسفانه در ورسه معاقب گردی داریم و اینمی میراث از حکومت وحدت ملی است. بسیار تشکر آقای داودزی که فرصت دادید. ممنون از شما. سلامت باش.